بینندگان گرامی سلام و وقتتان بخیر. به یک برنامه ویژه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. زهره یوسف داوود خانم داوود سلطانزوی شاروال در حکومت اشرف غنی به مختار لشکری حمله کرده است و گفته است که چرا مختار لشکری تصاویر و عکس هایی را که او در کنار داوود سلطانزوی شوهرش می باشد نشر کرده و چرا تصاویر دیگری که او در کنار بی بی گل همسر اشرف غنی قرار داشت را از طریق یوتیوبش منتشر نکرده است. این حملات و انتقادات تند وی از مختار لشکری سوالات زیادی را خلق کرده است. آیا زهره یوسف داوود زن داوود سلطانزوی شاروال در حکومت اشرف غنی از حضورش در کنار سلطانزوی می شرمد؟ آیا او می خواهد تا مستقل باشد و به عنوان یک زن فعال در حوزه خبرنگاری و سیاست با نام و مشخصات خودش شناخته شود؟ آیا او با طرح انتقادات تند از مختار لشکری خواسته است تا به انحراف افکار عمومی و مخاطبان برنامه دست بزند؟ اگر می خواهید تا در مورد جزئیات این مسائل و همچنین زندگی و وضعیت داوود سلطانزوی و زهره یوسف داوود پس از سقوط جمهوریت و در آمریکا بیشتر بدانید، پس تا آخر این برنامه با ما همراه باشید. ما زندگی بسیار راحت در آمریکا داریم، خانه خودم بسیار وقتا ساختیم در مالیبو. اما قبل از آن جهت حمایت از ما لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. زهره یوسف یکی از نزدیکترین زنان به بی بی گل، زن یهودی تبار اشرف غنی رئیس جمهور فراری بود. سابقه آشنایی آنان بر رفاقت و ارتباطات داوود سلطانزوی و اشرف غنی برمیگردد. زهره یوسف داوود با بی بی گل پس از آن با هم آشنا شدند که داوود سلطانزوی اشرف غنی را همراه با خانواده‌اش در یک محفل ویژه در آمریکا دعوت کرده بود و برای اولین بار زهره یوسف داوود همراه با شوهرش داوود سلطانزوی میزبان بی بی گل و اشرف غنی بودند. زهره یوسف داوود و بی بی گل در این برنامه ویژه مهمانی به شدت با هم نزدیک شدند و یک رفاقت دیرینه و چندین ساله را با هم پایه‌گذاری کردند. این ارتباط و رفاقت سبب شد تا زهره یوسف داوود که تابعیت آمریکا را دارد، این کشور را ترک کرده و در کنار بی بی گل وارد ارگ ریاست جمهوری افغانستان گردد. او به مدت 6 سال در کنار بی بی گل حضور داشت و به عنوان مشاور مطبوعاتی بی بی گل کار کرده است. او نیز همانند شوهرش داوود سلطانزوی متهم به دزدی میلیون ها دلار و انتقال آن به آمریکا است. موضوعی که وی به شدت آن را رد می کند و می گوید که حاضر است تا به پای هر محکمه‌ای که کسی ادعا کند کشیده شود و پای فرد اتهام زننده را نیز بکشاند. در یک مملکت قانونمن زندگی می کنیم و به هر محکمه‌ای که می خواهم مرا ببرم و من هم حاضر است مشخصه ببرم، من حاضر است. وی اخیراً گفتگوی جالبی را با مختار لشکری یک تن از خبرنگاران کشور انجام داده و به گفته خودش آمده است تا به توهین‌ها، تهمت‌ها و دروغ پراگنی‌های مردم پاسخ دهد. وی افزوده است که پس از سقوط جمهوریت دوست ندارد تا زیاد در رسانه‌ها حضور یابد، اما گاهی و به این دلیل در رسانه‌ها اشتراک می‌کند که به گفته وی اتهامات و گفته‌های مردم او را به بینی می‌رساند. تلویزیون برآمدن اینا نیست و هر باری که اتهام سر ما وارد میشه من مجبور هستم که بیایم اتهام را رد کنم. چرا خاموشی تا اگر بخی میتونه موجب رضایت باشه. وی در آغاز گفتگو با مختار لشکری بر وی حمله می کند و می گوید که او برای اوج دادن و هیجانی کردن برنامه‌هایش با کارهای نادرستی دست می زند. زهره یوسف می افزاید که چرا در یکی از برنامه‌ها عکس‌های وی را با داوود سلطانزوی منتشر کرده و آن را رسانه‌ای کرده است. زهره یوسف میگوید که او دوست دارد تا عکسی از او منتشر میشد که او را در کنار بی بی گل نشان میداد، نه در کنار داوود سلطانزوی.
این گفته های وی باعث شده است تا عده این گونه تحلیل کنند که داوود سلطانزوی چنان یک فرد بدنام و بدکار است که حتی زنش نیز دوست ندارد تا عکس های او در کنار مرد خانوادش منتشر گردد. پرونده داوود سلطانزوی از ابتدای فعالیت هایش تا کنون به شدت سنگین و پر از اتهام است. او متهم به دزدی و فروختن طیاره‌های افغانستان در دوره خلقی‌ها و دزدی کردن میلیون‌ها دلار و افغانی در دوره شاروال بودنش در کابل و متهم به شکار زنان و دختران جوان و زیبا در مقابل کار و پول می‌باشد. گفتنی است که حاشیه‌های دیگری نیز از زندگی وی وجود دارد که با خنده و طنز نیز همراه بوده و آن مسئله چتری و هواکش بود. زهره یوسف داوود اما در جریان گفته‌هایش می‌گوید او از اینکه زن داوود سلطانزوی می‌باشد افتخار می‌کند، اما دوست داشت تا در کنار بیبی گل باشد و تصاویر او در کنار بانوی اول آن وقت افغانستان منتشر و رسانه‌ای گردد. با من افتخار می‌کنم که همسرشان هستم. شاید تصویر ما و پاری خانم غنی می‌بود، بسیار خوب‌تر بود. نزدیکان زهره یوسف داوود می‌گویند که این گفته‌های وی گفته‌های بد نیست و وی به دو دلیل این موضوع را مطرح کرده است. به گفته نزدیکان زهره یوسف، او اولاً خواسته است تا مستقل بودنش را به عنوان یک زن افغان مطرح کند و بگوید که درست است که من زن سلطانزوی می باشم، اما زهره یوسف هم، و به گفته زهره یوسف او از سن 18 سالگی به این سو زهره یوسف می باشد. خواهر می کنم که همسرشان هستم، اما من زهره یوسف هستم. از سن 18 سالگی زهره یوسف دیدیم و تا آل مرا مردم به نام زهره یوسف می شناسیم. دلیل دوم که نزدیکان زهره یوسف از زهره دفاع می کند این است که او در کنار شوهرش کار نکرده و در کنار بی بی گل کار کرده و به این دلیل خواسته است تا عکسای کاری او منتشر و رسانه‌ای شده و عکسای شخصی و موضوعات خانوادگیش دامن زده نشود. در این میان اما مختار لشکری این انتقادات زهره یوسف را یک ترفند خبرنگاری عنوان کرده و گفته است که وی می‌خواست تا افکار بینندگان را به سمت دیگری بکشاند و از پاسخ دادن به سوالات جدی فرار کند. مختار لشکری به زهره یوسف می‌گوید که او سالهاست که از مردم می‌پرسد و این پرسش‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. گفتنی است که زهره یوسف داوود هم اکنون در آمریکا به سر می‌برد و او همراه با فرزندانش تابعیت آمریکایی دارند. زهره یوسف از زندگیش راضی است و با پول‌هایی که به گفته وی از آبله دستش و به گفته مخالفانش دزدی کرده است زندگی می‌کند و از وضعیت خوبی برخوردار است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.